و سلام علی رسول الله صلى الله عليه وسلم بندگان گران قدر برنامه 1400 سال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گران قدر قرار داریم دوستان عزیز موضوع امروز ما موضوع حقوق زن است و حقوق زن یکی از مسائل است که امروز زیاد در رسانه ها سر از و بحث میشه و خصوص حقوق زن یا حق زن در اسلام اما هیچ کسی از شخصیت زن پرسان نمیکنه وقتی ما مثلا مسلمان ها میخواییم حقوق زن در اروپا و امریکا مورد بررسی قرار بدیم اولتر ببینیم که شخصیت از اونها در کجا هست آیا واقعا بر زن در اروپا و امریکا و غربی ها بر از اونا شخصیت دادن بین پیش از که شخصیت زن را در اونجا مورد مطالعه قرار بتیم بیم سر حقوق زن در اسلام شخصیت زن وقت دانسته میشه وقت ما با قرآن از شان مراجعه میکنیم به خاطر از که ما بفهمیم که شخصیت زن در قرآن چه قسم است مهم یک قصه کوتاه از خانم فرعون با فرعون میبینیم یک روز فرعون می پیش خانم خود و برش میگه که ببین خانم عزیز تمام کابینه ما تمام جنرال ها و قوات های دفاعی و قوات های وزارت داخله و خارجه همگی میگه که کل از اینا چی کردن؟ کل از اینا بر ما تسلیم شدن و گفتن که تو پروردگار ما هستی قوی اجرایه، قوی قضایه، قوی مقننه همگی تسلیم شدن که تو رب ما هستی و ما برشان گفتم که انا رب بکم الالا خانم فرعون تبسم کرد و خنده کرد و برش گفت که ببین فراون تو تانیستی که تمام از اینا را فریب بیتی تمام مردها را با امو ادعایی که میکنن اگر جنرال است اگر وزیر است اگر قانونگذار است اگر حقوقدان دان است اونا را تو تانیستی که قناعت بیتی که تو پروردگار از اونا هستی و تو خدای از اونا هستی اما من یک زن با شخصیت هستم که حقیقتا تو را مشناسم فراموش کردی او روزی که تو مریض بودی و شب که مریض شدی تا به صبح چی حال داشتی؟ آیا خدا و رب و خلق کرنده همین قسم می باشه که شب تا به صبح به خاطر یک مرض بناله به خاطر ای که تا صبح یک دندار درد میکرد و تا صبح خواب نداشتی آیا خدا خواب میکنه؟ آیا خالق آسمان ها و زمین اقدر ضعیف میشه که دندان درد شوه؟ تمام کابینه تو، تمام قوات های قضایه و مقننه و اجرای تو مردمای چاپلوس و مردم های مال طلب و چوکی طلب هستند. اونا به خاطر مقام و چوکی خود تسلیم تو شدن. اما اگر حقیقت درک کنی، تو یک انسان ضعیف بیشتر نیستی. یک انسان ضعیفی که حتی از بسیاری انسانهای دیگه بسیار ضعیف هستی و به خاطر زندگی و آرامشت به چندین بادیگارد و اسکر و اشخاص دیگه نیاز داری در اینجا بود که خانم فرعون به خاطر این شخصیت آلیش که کل حکومت تسلیم فرعون شد اما این خانم تسلیمش نشد الله متعال در قرآن عظیم شان بر مردها و زنها یک وقتی یک خانم بود از آلمان آمده بود بر ما گفت که آیا قر... شخ... شخ... شخصیت زن در قرآن چی گناه هست؟ من گفتم در قرآن عظیم شان در قرآن شخصیت زن در آیت ثابت میشه که الله متعال سبحانه و تعالی میگه بر ما مردها و زنها خانم فرعونه الگو بیان میکنه ضرب الله مثلا للذین آمنو الله میگه یک ضرب المثل یک مثال بسیار بزرگ بر زنهای با ایمان و بر مردهای با ایمان چی هست ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون همسر فرعون چرا؟ خاطر که خانم فرعون تسلیم چوکی و قدرت و مال نشد فرعون برش گفت اگر میخوای بهترین لباس برات میرم لباس چی است؟ ما بسته شرکت و گلبهار سنده را در خانه برات میرم طلا چی است؟ این مردای بیچاره دیگه 200 گرام 300 گرم گرام تلا بر خانم خود میره ما بر برت بسته تلا فروشی را تلای عربی و بحرینی و کویتی و ایرانی و هر قسم تلا خواسته باشی ما برت میرم اما خانم فرعون تسلیم شوار نمیشه چی میگم؟ ربی ای پروردگار من ابن لی بیتن فی الجنه ای پروردگار من بر من یک خانه در جنت یک قصر در جنت بنا و نجنی من فرعون و مرا نجات بتی از فرعون و عمله و از اعمال فرعون و همچنان در قرآن از مشان، ضرب المثل یا نمونه بسیار بزرگی بر ما مردها و بر خانم ها بر تمامی از اینا کی بیان میکنه؟ و مریم ابن عمران یک دختر پاک سیرت دختری که در بین صدها عالم دروغی یهود علمایی که کتاب الله را تحریف کردن اونا در مقابل مریم قرار میگیره و مریم یک دختر است و در مقابل چندین عالم شکم پرست که به خاطر شکم خود آیات کتاب الله را تحریف میکنن در مقابل تمام از اونا با عفت زندگی میکنن و همه اونا را شکست میتن با عفت و پاکی خود اونا نمیتونن که با قوانین دروغی خود ای دختر با ایمان فریب بتن و امی است که خالق مطال سبحانه و تعالی برای مردها و زنها ای خانم و ای دختره نمونه و یا مثال از شخصیت سازی و از شخصیت واقعی بیان میکنه خب دوستان عزیز ای که حق چیست و تکلیف چیست و ما حقوق با تکلیف چی خصم فرق بکنیم بعد از یک وقفه خدمت شما دوستان تقدیم میکنیم با ما باشیم دوستان عزیز روزداران محترم باز هم خوش آمدین دوستان عزیز ماه مبارک رمضان است ماهی که در این ماه انسان باید خودت تغییر بده و بزرگترین تغییر تغییر فکر و عقیده هست انسان و مسلمان باید احکام اسلام را بشناسه و بفهمه و با خصوص دشمنان اسلام از طریق شبهات شک و شبهه در فکر انسان ایجاد میکنند و از این طریق بسیاری وقتها انسان از دایره اسلام میکشن. پس لازم است که ما بپرسیم از کسایی که متخصص و مسلکی هستند سوال بکنیم که حق چیست تکلیف چیست حق خاص چیست حق عام چیست زن چقدر حق داره و در کدام مسائل حق نداره تا اینکه برای بر ما کل چیز واضح باشه و به با این شکل ما میتونیم که با اصلاح فکر خود عقیده بسیار قوی و خوب داشته باشیم خب حال نوبت میرسه به سوال های دوستا بنام خدا سوال من شما ای بود که آیا از نظر اسلام حقوق زن و مرد با هم مساوی است؟ حقوق زن و مرد خواهر عزیز در اسلام در بعضی حالات مساوی هست و در بعضی حالات مساوی نیست در بعضی حالاتی که حقوق عام است اینجا حقوق مساوی هست حق زندگی، حق مالکیت، من پیشترم برای شما تشریح کردم حق زندگی، اینی حقوقی هست که بین مرد و زن هیچ فرق نیست اما حقوق خاص گست هر کسی به اندازه مسئولیتش است مثلا من وقتی که در پوهنتون استاد هستم رئیس پوهنتون موتر داره من موتر ندارم چرا؟ چرا بر من موتر نداده بر از موتر داده؟ به خاطر از که مسئولیتش بیشتر است حقش بیشتر است بر مادر سه حق داده میشه بر پدر یک حق چرا؟ به خاطر که مادر در مقابل طفل مسئولیت بیشتر و تکالیف بیشتر میکشه پس از این خاطر حقش بیشتر است تشکر خواهم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما آیا در حقوق زنا مساوات بهتر است یا هم عدالت اگر مساوات بهتر است مزایایش میشه برای ما بگوییم و عدالت هم مزایایش آ تشکر ببینید فرق بین مساوات و عدالت چی هست بعضی اوقاتی هست که اگر مساوات باشه خوب است مثلا ما میگیم حق مالکیت پس وقتی یک زن مالک مال خود میشه و مرد هم مالک مال خود میشه در اینجا مساوات بیشتر خوبتر است اما در مسائل تکالیف کس عدالت خوبتر است چرا؟ مثلا اگر شما یک پدرتان شما هستین و پدرتان بر شما و خواهرتان اردوشان میگه که من اردوی تا مساویانه یک وظیفه میتم چه قسم مساویانه وظیفه میتم باش میگه که خود برو پنج سیر گندم بیار و ای خواهر بره پنج سیر برنج بیاره شما میتونن 5 سیر برنج پشت کنین اما خواهر نمیتونه 5 سیر برنج چی کنه؟ پشت بکنه در اینجا مساوات ظلم است در اینجا باید چی شوه عدالت شوه پس بر مرد به اندازه تواناییش باید برش مکلفیت داده شوه و بر زن باید به با اندازه چی؟ به اندازه تواناییش این عادلانه باید برشان تقسیم چیز شد و می خاطر مثلا در تکالیف اسلامی که یکی تکلیف عام است و یکی تکلیف خاص است در تکالیف عام زن و مرد مساوی هستند مثلا زن هم باید ایمان داشته باشه مرد هم باید داشته باشه زن هم باید نماز بخونه مرد هم پنج وقت پنج وقت سر دوشان فرض است زن هم یک ماه مبارک رمضان روزه فرض است سر مرد هم یک ماه مبارک رمضان روزه فرض است هر اگر خانم هم پول داشته باشه سرش هشت فرض میشه اگر مرد هم پول داشته باشه سرش هشت فرض میشه زکات اگر زن هم پول داشته باشه توانایی داشته باشه باید زکات بده و مرد هم به می اما باز ده تکالیف خاص است باز اینجا تکالیف خاص تعلق میگیره به چی به توانایی یک کسی است توانایی بیشتر داره تکلیف از چی هست بیشتر است مثلا اگر یک مرد یک ما در نماز جماعت نره نماز جماعت قصدا ترک بکنه ای در حقیقت در لست منافقین داخل میشه چون سر منافقا نماز خفتن و صبح بسیار سخت است که به جماعت برن اما اگر یک زن هیچ به جماعت نره او در لست منافقین نمیره چرا نمیره به خاطر ازی که زن مشکلاتی در خانه داره مثلا تفل دار است اگر او به نماز جماعت در خفتن بره پس طفل از او از شاید تا که پس می از زیاد گریه طفل حتی به حلاکت برسه پس زن میتونه که عین ثوابی را که مرد در مسجد حاصل میکنه ای در بین خانه خود حاصل بکنه ای عدالت الهی هست که بسیاری از تکالیفی که بالای زنها گذاشته نشده است ای به خاطر از هست که زن بتانه که نورمال زندگی بکنه و مرد هم بتانه نورمال زندگی بکنه سوال بعدیتان؟ در رابطه با عدالت هم سوال کردم میشه در رابطه به حقوق زنان و گفتم عدالت چقدر مهم است ماهیت و اهمیت خود عدالت و اهمیت عدالت, عدالت, عدالت اینه می هست که وقتی عادلانه شما که با خواهرتان اگر عدالت پدرتان نکنه متوجه هستین در حق از ظلم میشه پس عدالت در بعضی حالات که مساوات ظلم است باید عدالت شود متوجه هستین یعنی وقتی که عدالت مثلا ما یک مثال دیگه براتون بگم شما سه نفر سنفیا هستین من منعیس استاد اینجا میام، ما باید اینجا مساوات در نظر نگیریم، اینجا باید چی کنم؟ عدالت بکنم، این نفر مستحق صد نمر است، باید بر از صد بتم. شما مستحق شست نمره است، باید بر شما ش داده شو. او دیگه صنفیتان که هست، هیچ درس نخوانده، او باید ناکام شود، حالا اگر ما در اینجا میگم، نه، بین شاگردهای خود مساوات میارم، و هر تان صد پس اینجا ظلم شد در حقیقت در حقیقت که زیاد درس خوانده اگر هر سه تان از صفر میتون برو هر سه تان مساویانه ناکام میکنم باز کل تان یک جای امتحان بدین این هم ظلم میشه پس در اینجا عدالت است که اونمو یکی از یکی ارزش خاص خدا داره و به می خاطر است که در در خصوصا در مسائل تکلیفی اینجا عدالت بسیار مهم است حتی اگر پدر بین اولادهای خود عدالت نکنه مثلا برای یک بچه خود 5000 دیگه 500 روپیه باز برش مشکل پیدا میشه پس عدالت ایجاد خود عدالت که است این یکی از احکام بزرگ الهی است برادر ما به نام الله و با عرض سلام احترام خدمت جناب استاد حاضرین در تالار و بیننده های عزیز جناب استاد ما یک سوال داشتم با وجودی که در غرب و کشورهای غربی داد از حقوق زن میزنند و همچنان در رسانه ها به شکل گسترده تبلیغات می که اسلام علیه زنا ظلم روا داشته و حقوق کمی داده با وجود هم در کشورهای اروپایی و امریکایی روزانه تعداد زیاد از زنا دین اسلام می پذیرند ای چی نشان می و سوال دومی است که اعتراض دیگه ای که غربی ها دارند موضوع تعدد زوجات است که در اسلام چرا یک مرد چهار زن می داشته باشه و حکمت و اهمیت ایرا اگه توضیح می دادیم تشکر تشکر برادر محترم در قسمت ازیک در قسمت چرا زن در غرب زنا مسلمان میشه خب بسیاری از زنا وقتی که امو شخصیت و امو ارزشی که در اسلام بر زن داده شده است او را میبینن وقتی که این مسائل درک میکنن حتی یک زن فرانسوی یک زن فرانسوی یک وقتی بر پسر خود میگه که بچیم مسلمان شو بچش میخوای مسلمان شو اما پرسان میکنم مادر چرا مسلمان شوم خودت خود مسلمان نیستی او برش میگه که به خاطر ازی که یگانه فرزندی که بر مادر و پدر خود وفادار می باشه باز اینجا است که بچه مسلمان است پس ما میخوایم که تو مسلمان باشی چرا در قرآن گفته و با بالوالدین احسان و مادر و پدرتان نیکو کار باشین پیغمبر ما میگه که بر مادرت خدمت کو که جنت زیر قدم های مادر است ولا تقل لهم اف برشان اف نگوین اما در قسمت تعدد یک برنامه خاص را برای به خاطر برادر ما تخصیص میتیم که باید درباره تعدد زنها یا چرا یک مرد چهار زن میگیره بزرگ یک برنامه مشخص سرش شمیم که ای کمک تفصیل بیشتر کار دارد دوستان عزیز وقفی داریم که باز از وقفه باز هم در خدمت شما قرار خواهد داشت با ما باشید دوستان عزیز روزداران محترم باز هم خوش آمدین دوستان عزیز ماه مبارک رمضان است ماهی که در این ماه انسان باید خودت تغییر بده و بزرگترین تغییر تغییر فکر و عقیده هست انسان و مسلمان باید احکام اسلام را بشناسه و بفهمه و به خصوص دشمنان اسلام از طریق شبهات شک و شبهه در فکر انسان ایجاد میکنن و از این طریق به سری وقتها انسان از دایره اسلام میکشن پس لازم است که ما بپرسیم از کسایی که متخصص و مسلکی هستند سوال بکنیم که حق چیست تکلیف چیست حق خاص چیست حق عام چیست زن چقدر حق داره و در کدام مسائل حق نداره تا اینکه برای ما کل چیز واضح باشه و به با شکل ما میتونیم که با اصلاح فکر خود عقیده بسیار قوی و خوب داشته باشیم خب حال نوبت میرسه به سوال های دوستا به خدا سوال من شما ای بود که آیا از نظر اسلام حقوق زن و مرد با هم مساوی است؟ حقوق زن و مرد خواهر عزیز در اسلام در بعضی حالات مساوی هست و در بعضی حالات مساوی نیست. در بعضی حالاتی که حقوق عام است اینجا حقوق مساوی هست. حق زندگی، حق مالکیت من پیشترم برای شما تشریح کردم. حق زندگی اینی حقوقی هست که بین مرد و زن هیچ فرق نیست. اما حقوق خاص هر کسی به اندازه مسئولیتش است. مثلا من وقتی که پانتون استاد هستم رئیس پانتون موتر داره من موتر ندارم چرا چرا بر من موتر نداده برای زو موتر داده به خاطر از که مسئولیتش بیشتر است حقش بیشتر است برای مادر سه حق داده میشه برای پدر یک حق چرا به خاطر که مادر در مقابل طفل مسئولیت بیشتر و تکالیف بیشتر میکشه پس از این خاطر حقش بیشتر است تشکر خواهم بسم الله الرحمن الرحیم سلام, سلام و عرض خدمت شما السلام آیا در حقوق زنا و مساوات بهتر است یا هم عدالت اگر مساوات بهتر است مزایایش میشه برای ما بگویم و هم عدالت هم مزایایش تشکر ببینید فرق بین مساوات و عدالت چی هست بعضی اوقات این است که اگر مساوات باشه خوب است مثلا ما میگیم حق مالکیت پس وقتی یک زن مالک مال خود میشه و مرد هم مالک مال خود میشه در اینجا مساوات بیشتر خوبتر است اما در مسائل تکالیف که از عدالت خوبتر است چرا؟ مثلا اگر شما یک پدرتان شما هستین و پدرتان بر شما و خواهرتان اردوشان میگه که ما اردوی تان مساویانه یک وظیفه میتم چه قسم مساویانه وظیفه میتم؟ بهش میگه که خودتان برو پنج سیر گندم بیار و ای خواهر تا پنج سیر برنج بیاره شما میتونید پنج سر برنج پشت کنین اما خواهر تا نمیتونه پنج سیر برنج چی کنه؟ پشت بکنه در اینجا مساوات ظلم است در اینجا باید چی شوه؟ عدالت شوه پس بر مرد به اندازه تواناییش باید برش مکلفیت داده شوه و بر زن باید به با اندازه چی؟ به اندازه تواناییش این عادلانه باید برشان تقسیم چیز شد به خاطر مثلا در تکالیف اسلامی کسی که تکلیف عام است و یکی تکلیف خاص است در تکالیف عام زن و مرد مساوی هستند مثلا زن هم باید ایمان داشته باشه مرد هم باید داشته باشه زن هم باید نماز بخونه مرد هم پنج وقت پنج وقت سر دوشان فرض است زن هم یک ماه مبارک رمضان روزه فرض است سر مرد هم یک ماه مبارک رمضان روزه فرض است حاج اگر خانما هم پول داشته باشه سرش 8 فرض میشه اگر مرد هم پول داشته باشه سرش 8 فرض میشه زکات اگر زن هم پول داشته باشه توانایی داشته باشه باید زکات به مرد هم به میشکل اما باز ده تکالیف خاص که است باز ده اینجا تکالیف خاص تعلق میگیره به چی به توانایی یا کسی است توانایی بیشتر داره تکلیف از چی هست بیشتر است مثلا اگر یک مرد یک ماه نماز جماعت نره نماز جماعت قصدن ترک بکنن ای در حقیقت در لست منافقین داخل میشه چون سر منافقا نماز خفتن و صبح بسیار سخت است که به جماعت برن اما اگر یک زن هیچ به جماعت نره او در لست منافقین نمیره چرا نمیره؟ به خاطر ازی که زن مشکلاتی در خانه داره مثلا تفل دار است اگر او به نماز جماعت در خفتن بره پس طفل از او از شاید تا که پس می از زیاد گریه طفل حتی به حلاکت برسه پس زن میتونه که عین ثوابی را که مرد در مسجد حاصل میکنه ای در بین خانه خود حاصل بکنه ای عدالت الهی هست که بسیاری از تکالیفی که بالای زن ها گذاشته نشده است ای به خاطر زمین هست که زن بتانه که نورمال زندگی بکنه و مرد هم بتانه نورمال زندگی بکنه سوال بعدی در رابطه با عدالت هم سوال... سوال کردم میشه در رابطه با حقوق زنان گفتم عدالت چقدر مهم است ماهیت و اهمیت خود اهمیت عدالت, عدالت, اینه می هست که وقتی عادلانه شما که با خواهرتان اگر عدالت پدرتان نکنه متوجه هستین در حق از ظلم میشه پس عدالت در بعضی حالات که مساوات ظلم است باید عدالت شوه متوجه هستین یعنی وقتی که عدالت مثلا ما یک مثال دیگه براتون بگم شما سه نفر سنفیا هستین ما من ایست استاد اینجا میام ما باید اینجا مساوات در نظر نگیریم اینجا باید چی کنم عدالت بکنم این نفر مستحق 100 نمره است باید برای صد بتم شما مستحق 60 نمره هستین باید برای شما 60 داده شوه او دیگه صنفی تان که هست هیچ درس نخوانده او باید ناکام شوه حالا اگر ما در اینجا میگم نه بین شاگردای خود مساوات میرم و هر سه میتم پس اینجا ظلم شد در حقیقت در حقیقت کسی که زیاد درس خوانده اگر هر سه از صفر میتون میگم برو هر تان ناکام میکنم با کل تان یک جا امتحان بدین این هم ظلم میشه پس در اینجا عدالت است که اونمو یکی از یکی ارزش خاص خدا داره و به می خاطر است که در بعض در خصوصا در مسائل تکلیفی اینجا عدالت بسیار مهم است حتی اگر پدر بین اولادهای خود عدالت نکنه مثلا برای یک بچه خود 5000 هزار بتا برای دیگه 500 ریپه باز برش اینجا مشکل پیدا میشه پس عدالت ایجاد خود عدالت که است این یکی از احکام بزرگ الهی است برادر ما به نام الله و با عرض سلام احترام خدمت جناب استاد حاضرین در تالار و بیننده های عزیز جناب استاد ما یک سوال داشتم با وجودی که در غرب و کشورهای غربی داد از حقوق زن میزنند و همچنان در رسانه ها به شکل گسترده تبلیغات می که اسلام علیه زنا ظلم روا داشته و حقوق کمی داده با وجود هم در کشورهای اروپایی و امریکایی روزانه تعداد زیاد از زنها دین اسلام ها میپذیرند. پذیرند این چی نشان می و سوال دومی است که اعتراض دیگه ای که غربی ها دارند موضوع تعدد زوجات است که در اسلام چرا یک مرد چهار زن می داشته باشه و حکمت و اهمیت ای را توضیح می دادیم. تشکر تشکر برادر محترم در قسمت از در قسمت چرا زن در غرب زنا مسلمان میشه خب بسیاری از زنا وقتی که امو شخصیت و امو ارزشی که در اسلام بر زن داده شده است او را میبینن وقفی داریم که باز از وقفه باز هم در خدمت شما قرار خواهد داشت با ما باشه عزیزان بازم خوشحال هستیم که در این ماه رحمت با شما هستیم ماه مبارک رمضان ماهی که ماه فرصت هاست و یک مسلمان از هر فرصت استفاده میکنه تا رضایت خالق متعال حاصل بکنه الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که هر از هر لحظه رمضان استفاده بکنیم و خود در جمله بنده های قرار بگیریم که در ختم رمضان گناهانشان پاک شده و مستحق جنت الله قرار می گیرند دوستان عزیز باز هم گپ سر حقوق و سر تکالیف است حق چیست و تکلیف چی است حق عام و حق خاص و تکالیف عام و تکالیف خاص در تکالیف خاص هر کسی هر قدر استعداد بیشتر داره و توانایی بیشتر داره مسئولیتش بیشتر است یک مالدار مسئولیتش بیشتر است نسبت به یک فقیر یک جوان زیبا مسئولیتش بیشتر است نسبت به یک پیر کهنسال یک شخص توانمند مسئولیتش بیشتر است نسبت به دیگران خواهرای ما که زیبایی بیشتر دارن اینا باید حجاب زیادتر مراعات بکنن اگر یک گناه میکنن در جامعه برشان 100 یا هزار گناه میشه چرا اگر یک دختر فیشن کدگی لباس های کوتا و موهایش که معلوم میشه اگر ایره هزار مرد ببینه هزار مرد هم گناهگار شدن و ای خود از این هم چون سبب هزار گمراهی شد هزار مرتبه گناهش بیشتر میشه یک کسی که فیسبوک داره و کسی دیگه فیسبوک نداره کسایی که فیسبوک داره گناهشان بیشتر از به خاطر چی اگر او یک فکای دروغی میسازه و یک فکای دروغی ازوره یک میلیون نفر میخوانن پس این یک میلیون مرتبه گناه کرده اگر یک کمرمین یک خواندن یک رقاصه را نصب میکنه این را ثبت میکنه و نشر میکنه و ادیتورش و تلویزیونش را نشر میکنه اگر ده میلیون نفر این رقاصه را میبینه برای کسانی که در این نقش دارن یک الا ده میلیون گناه برشان نوشته میشه پس مکلفیت ها بیشتر است به اندازه امی که کی استعداد و توانایی بیشتر داره هر قدر قوی تر هستین به مو اندازه مسئول تر هستین خب سوال دیگه کدام برادر ما داشته بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدا یک سوال داشتم استاد محترم فرق بین عق و تکلیف چیست و عق بهتر است یا تکلیف استاز آه امی حق چیزی که از طرف الله متعال بر یک نفر من یک حق تعیین شده حق زندگی حق کرامت انسانی حق مالکیت حق تعلیم حق تربیه حق کار اینی حقوقی هستند که از طرف الله برای هر کس تعیین شده و میگه برای پیغمبر صلی الله علیه و میگه شما برای یک اجیر اجر شبدن پیش ازی که عرقش خشک شوه حقش است اما تکلیف چیز؟ تکلیف عبارت از اونمو مسئولیت, مسئولیت است که هر کس به اندازه تواناییش بالایش چی است؟ اما مسئولیت گذاشته شده است. پس فرق از بین حق و بین تکلیف. ما مشکل ما چی است که بسیاری یعنی از دشمن های اسلام بین حق و تکلیف چی کردن؟ اختلاط آوردن. شهادت دادن یک حق نیست. شهادت یک تکلیف است. مثلا شما ساکن یک نفر یک جای قتل میشه وقتی که قتل میشه یک سه نفر جوان ها رو شما سه نفر برین در محکمه شهادت بتین که قاتل فلانی ای کار کرد یک خواهر رو میگیم شما زمین شهادت ماف هستین اینجا در حقیقت شهادت دادن و در محکمه رفتن و سر قاتل ش... اوجه گواهی دادن این حق نیست این چی هست؟ یک تکلیف است. بسیاری اوقات الله متعال به اساس رحمت خود گفته که خانم ها در این قسمت قتل هیچ باید شهادت نتن در قسمت زنا شهادت نتن چرا به خاطر ازی که او توانایی از نداره شما اگر ببینید که او کلماتی که باید او باید پیش قاضی بگویه ای دختر با و با حیاء، که اون گفته میتونه که فلانی نفر ما در حالت زنا دیدم اینی کار کرد این کار کرد اینا گفتن نمیتونه پس بسیاری اوقات دشمنای اسلام چی میکنن بسیاری اوقات بسیاری از چیزایی که تکلیف است او رو بر مردم حق قرار میتن مثلا وقتی یک نفر رهبر یک مملکت تعیین میشه یا یک نفر قاضی میشه شما میبینید که زندگی یک قاضی همیشه در, در تهدید است چرا وقتی که او حکم قصاص بالا یک قاتل میکنه او قاتل خطرناک ایره امی قسم میمانه صد مرتبه برش اختار میته وقتی یک اختطافچی رو یک قاضی حکم میکنه که باید ای جزا ببینه و اعدام شود آیا او اختطافچی ای قاضی رو در حالت نرمال میمانه؟ پس اینجا خود مسئله قضا و یا بسیاری وقتا مسائل رهبریت، خلافت، خلیفه مسلمان شدن یک تکلیف بسیار بزرگ است که الله متعال بعضی اوقات انسان را حتی یک مرد ضعیفی که نمیتونه خلیفه شوه بر از او شرایط گذاشته شده که خلیفه باید کسی باشه که او حتی وقتی که رهبریت داره رهبریت جهانی داره پس ای باید در صف اول جهاد قرار داشته باشه اینال بسیاری یک مرد ضعیفی کار کرده نمیتونه نمیتونه حتی بین مردها اینجا بگویم که نه این تکلیف ای میتونه نمیتونه به خاطر که چرا ایره شما وظیفه مثلا یک نفر نمیتونه هر کس نمیتونه وزیر شوه هر کس نمیتونه رئیس شوه حتی هر کس نمیتونه که یک استاد شوه هر کس نمیتونه مثلا شما که یک برنامه میسازین هر کس نمیتونه یک برنامه را بسازه هر کس نمیتونه یک ادیتور شوه ولو که دو تا مرد باشه پس ما نمیتونیم که بخیزیم که همه چیز رو بگیم که باید مساوی باشه و کل چیز باید مساوی باشه چون همه چیز مساوی نیست بلکه بعضی اوقات حقوق به اساس مسئولیت ها داده میشه و به می شکل تکالیف هم به اساس مسئولیت هاست دوستان عزیزی بود برنامه امروزی یا امشب 1400 سال که خدمت شما دوستان تقدیم کردید تا برنامه بعدی شما را به خالق متعال مسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته